دوستان و یاران گرامی و شنوندگان مهربان من، در جایی دیدم که نامه از آقای چرچیل نخست وزیر انگلستان خطاب به ملکه انگلستان نوشته شده است که تاریخ آن مربوط است به 1953، بدین مضمون. چرچیل نوشته است: از آن جایی که هیچ چیز به اندازه اسلام نمیتواند اندیشه مدافعین و طرفداران مسلمان را مسموم کند و فرد و جامعه معتقد به مبانی اسلامی را در قهقرا و عقب بکشد، من نخست وزیر انگلستان به اولیا حضرت اطمینان می‌دهم تا وقتی که اسلام در خاورمیانه فراگیر هست و مردمان معتقد و مؤمن به اسلام موازین مسلمانی را رعایت می کنند، یقین بدانید که استعمار همچنان پا بر جا و مستحکم بر جای خود خواهد ماند و ما هیچ دغدغه‌ای نخواهیم داشت. دوستان عزیز من، نهمین برنامه از دوران طلایی رو براتون تعریف خواهم کرد. هفته پیش قصه ما به اونجا رسید که آقای دکتر مصدق برای قبول نخست وزیری خواستار آن شد که مجلس شورای ملی قانون بگذراند که ایشان برخلاف موازین قانونی رایج کشور هرگاه از نخست وزیری برکنار شد بتواند بدون هیچ مانعی دوباره به عنوان نماینده مجلس به کرسی خود اشتغال ورزد، یعنی به اصطلاح بدون هیچ انتخابی دو مرتبه به مجلس بازگردد، که این ماده واحده مورد تأیید و تصویب اکثریت نمایندگان قرار نگرفت. ایشان هم پست نخست وزیر رو قبول نکرد. در نتیجه باز مملکت بدون دولت ماند. نمایندگان فراکسیون‌های مجلس دوباره چند روز با هم به شور و مشورت نشستند تا اینکه یک کسی رو پیدا بکنند که اکثریت نمایندگان به او رأی تمایل بدهد. پس از یک هفته کشمکش و کوشش و تلاش توافق کردند که به آقای مرتضی قلی خان بیات، یعنی سهام سلطان، رأی تمایل بدهند و طبق فرمول محمد رضا شاه هم فوراً فرمان نخست وزیری ایشان رو صادر کرد. حالا چرا نمایندگان آقای بیات رو انتخاب کردن؟ دلیلش این بود که آقای سهام سلطان بیات خواهرزاده آقای دکتر مصدق بود و مصلحت اندیشان و اعضای فراکسیون ها تصورشون این بود که اگر سهام سلطان نخست وزیر بشود، لااقل آقای دکتر مصدق لیدر اقلیت مجلس احترام خیشاوندی را حفظ می‌کند و تا مدتی علیه دولت او جنجال به پا نخواهد کرد و شاید با این وسیله چند ماه یک دولت ثابت سر کار بماند تا بتواند امور جاری کشور را به جریان بیندازد و کسی دیگر چوب لای چرخ دولت نگذارد.
و چون بیات مشهور به طرفداری از شاه بود، لیدر اکثریت هم او را پذیرفت و نتیجتاً او اکثریت را آماده کرده بود به او رأی بدهند. پس اگر دکتر مصدق یعنی لیدر اقلیت ساکت میمان، مجلس میتوانست به کار خودش ادامه بدهد. آقای انور خامه در خاطراتش می نویسد که موقعیت دولت بیات اونچنان بود که حتی فراکسیون حزب توده هم در موقع اظهار رأی تمایل به او رأی داد، یعنی تقریبا اکثریت قاطع نمایندگان ظاهرا طرفدار او بوده. اما همگان سخت در تعجب و تحیر فرو رفتند که روز بعد دیدند نخستین کسی که به عنوان مخالف دولت در تابلوی سخنرانی ثبت نام کرده شخص آقای دکتر مصدق بود. عده بسیاری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران قصه‌های مختلفی در این زمینه نوشتند. از اون جمله عده اعتقاد داشتند که طرح تهیه شده از طرف دکتر مصدق درباره مسئله نفت به خصوص عملا بیات رو در تنگنای حملات توده‌ای ها و یک گروه از نمایندگان مجلس قرار خواهد داد. اما یک گروه دیگری بودند که نوشتند طرح مخالفت دکتر مصدق با مشاوره و نظر خود بیات تهیه شده تا تصویب آن طرح که آقای مصدق آن را تهیه نموده است دولت بیات رو از مخمصه مداخله در موضوع نفت و کشمکش با شوروی ها خلاص کنه. حالا ببینیم که طرح آقای دکتر مصدق که به عنوان مخالف نام نوشته است چه بوده است. ماده اول: هیچ نخست وزیر یا وزیری و یا اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت آنها را دارد نمیتواند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دولت ها و یا نمایندگان شرکت های نفت مذاکره بکند که اثر قانونی داشته باشد و یا آنکه قراردادی را ولو به صورت پیشنویس امضا نماید. ماده دو: نخست وزیر و وزیران می توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت معادن خود را می خواهد استخراج بنماید فقط با نمایندگان دولت ها مذاکره نمایند. اما تمام جریان مذاکرات رو باید کما هو حقه به مجلس اطلاع بدهند تا مجلس در جزئیات امر در جریان باشد. ماده سوم: متخلفین از این موارد فوق به حبس مجرد از 3 تا 8 سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رسمی محکوم خواهد شد. این مذاکرات آقای دکتر مصدق در مجلس بلوایی به پا کرد و چند روز وقت مجلس با همین حرفا گذشت ولی نتیجه به دست نیامد. با وجود آنکه سهام سلطان نهایت سعی خودش رو به کار برد تا اینکه شاید بتواند مفاهیم مورد نظر آقای دکتر مصدق را کمی نرم کند تا اکثریت با آن موافقت نمایند، ولی موفق نشد.
و توفیقی به دست نیاورد. بالاخره از روی ناچاری روز 28 فروردین بر اثر رأی عدم اعتماد مجلس به منزلش رفت. حالا تقریبا حدود 4 ماه مملکت و دولت و مردم به علت مباحثی که دکتر مصدق با آن علاقمند بود وقت رو به هدر دادن و در تمام این مدت مملکت بدون دولت بود. خوب توجه میکنی؟ بحثی دکتر مصدق یا اونای دیگر ندارم، نه به طور کلی خودخواهی های نمایندگان مجلس و این که اصلا نمیتونستن توجیه بکنن که دموکراسی یعنی چه، فقط با خودخواهی خودشون مملکت رو به آشوب کشته بودن. من این مطالب رو مخصوصا برای شما شنوندگان گرامی هم با دقت توضیح میدم تا شما عنایت کنید که چگونه تعدادی از نمایندگان مجلس که داعیه اداره کشور رو با دموکراسی داشتن با خودخواهی های بیجا وقت مجلس و دولت و مردم و مملکت رو به هدر می دادن و هر روز مملکت به قهقرا می رفت، به طوری که چاره ای نداشتن جز این که همه چیز رو به فراموشی بسپارن، یا این که مجددن رضا شاهی پیدا بشود تا با قاطعیت خود گردونه مجلس و دولت رو در اختیار بگیرد و نگذارد این گونه کشور به تباهی و درماندگی به عقب برود. ولی متاسفانه چنین شخصیتی وجود نداشت. حالا وقتی سهام سلطان با رأی عدم اعتماد روبرو شد، باز مملکت بدون دولت بود. توجه کنید از روز 28 فروردین که او برکنار شد تا 24 اردیبهشت، یعنی تقریبا 1 ماه نمایندگان مجلس در این کنکاش بودند که چه کسی رو به نخست وزیری انتخاب کنند. یعنی باز 1 ماه مملکت سرگشته و بی‌هدف و بدون دولت بود. عاقبت روز 23 اردیبهشت ماه آقای ابراهیم حکیمی فرمان نخست وزیری دریافت کرد و از اونجا که حکیمی مرد مستقل رأی بود، از همان نخستین روز جدال بین دولت و مجلس آغاز شد. خب و چون بالاخره هم نتوانستند با هم کنار بیایند، در جلسه 23 خرداد یعنی پس از 25 روز کشمکش، او هم نتوانست رأی اکثریت مجلس رو به دست بیاورد. ناچار شد استعفا کند و به خانه‌اش برود. و اینجا داستانی هست که من خودم به عنوان عضو یک مطبوعات و خبرنگار مجلس اونجا بودم. وقتی که آقای حکیمی استعفا کرد و آمد از در مجلس آمد بیرون، همه دورش کرده بودند، دیدن که داره پیاده میره، در حالی که خب اتومبیل نخست وزیری اونجا حاضر بود که سوار شه. بعد بهش گفتن که آقا اتومبیلتون آماده است، چرا پیاده میرین؟ گفت نه، من دیگه نخست وزیر نیستم، این اتومبیل مال نخست وزیره. و تمام راه رو تا خونش با سماجت تمام پیاده رفت. و این یکی از کارهای قشنگ حکیمی بود که اون روزها من خودم شاهد بودم. حالا وقتی که آقای حکیمی خب کنار رفت و استعفا کرد، دو مرتبه مملکت بدون دولت شد. عزیزان من، این مطالبی رو که براتون تعریف میکنم قصه نیست و یا شوخی نمیکنم باهاتون. این سرنوشت مملکتی است که بزرگان و کمبلین و سیاستمداران شناخته شده اش
فقط به فکر خودنمایی و خودخواهی خود بودن. و خب شاه جوان هم که کاری ازش نمی اومد توی خونش نشسته بود و خون دل میخورد. مردم و مملکت در چنبره بیخردی نمایندگان مجلس و آشوب کنندگان فرو افتاده بود و هر روز در غرقاب بیشتری فرو میرفت. حالا گفتم براتون که روز 13 خرداد آقای حکیمی هم با رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان از نخست وزیری کنار رفت و باز دوباره همون گردونه باطل به راه افتاد و خودخواهی حاکمان بر مجلس برای اینکه بتونن تصمیم بگیرن باز دور هم جمع شدن که به چه کسی برای نخست وزیری رأی تمایل بدن. از روز 13 خرداد تا 27 تیر ماه، یعنی تقریبا یک ماه، این دور باطل همچنان به دور خودش چرخید تا بالاخره فراکسیون ها توافق کردند که آقای صدرالاشراف یعنی آقای محسن صدر او رأی تمایل بگیرن. اما چون لیدر اقلیت مجلس یعنی آقای دکتر مصدق با آقای صدرالاشراف مخالفت های شخصی داشت، پس از مانورهای عاقبت آقای صدر بدون آنکه رأی اعتماد مجلس به دست بیاورد بلا تکلیف ماند. اما آقای صدر هرگز استعفا نکرد و همچنان به مبارزه با مجلس ادامه داد و بدون رأی اعتماد به کار خودش به عنوان دولت ادامه میداد که این یکی از کارهای بسیار چه میدونم شوخی آمیز بود. دولتی بدون رأی اعتماد سر کارشه، که البته خب نه سفارتخونه ها قبولش داشتن، نه دولت های خارجی قبولش داشتن، نه میتوانست دستورات لازم رو صادر بکنه، ولی به هر حال به عنوان یه دولت نشسته بود. در خلال کشمکش بین اقلیت مجلس و دولت بر اثر بی برنامگی و اینکه دولتی وجود نداره تا بر امور مسلط باشه، وقایعی اتفاق افتاد که بحران مملکت رو به اصطلاح کاملا تشدید کرد. ولی اقلیت همچنان بدون اعتنا کماکان در فیلی خودخواهیاش مشغول بود و به دور خودش میچرخید و حاضر نمیشد که دولت رو بپذیره. عاقبت یک گروهی از مؤمرین و خردگرایان و تعدادی از اعضای پیرمرد وزارت دربار به دور هم جمع شدند تا یه چاره بیاندیشند، تا اینکه وزارت دربار رو وادار کنن تا یه اقدامی بکنه. خب بالاخره اینا با همدیگه موافقت کردند که به نام پادشاه از نمایندگان مجلس دعوت کنن تا به دربار بیایند تا شاید بتوانند وضعیت در هم ریخته کشور رو به آنها تذکر بدهند و پیرمردان و مؤمرین با حضور شاه از مجلسیان بخواهند تا دست از این لجاجت و یک دندگی ها بردارند و بگذارند تا کشور به سوی آرامش بازگردد، زیرا حیات و هستی مملکت به کلی در خطر افتاده بود. ولی متاسفانه اقلیت به ریاست آقای دکتر مصدق و گروه توده‌ای ها ابداً حاضر به آمدن به جلسه دعوت وزارت دربار نشدند و اعتنایی به این دعوت پادشاه نکردند و همچنان به کارهای خودشون ادامه میدادن. و بدبختانه شاه جوان هم آن قدرت و نیروی لازم رو نه شخصا
نه به اعتبار قانون نداشت تا اینکه نمایندگان مجلس رو وادار به شنیدن تذکرات خودش بکنه و یا اون که برای رفع بحران دولت برای رفع بحران دولت دیگری رو سر کار بیاره. و متأسفانه اینطور شده بود که اگه دست به هر کاری هم میزد اقلیت مجلس و نمایندگان توده‌ای و همچنین حزب توده و سران عشایر علیه شاه دست به تبلیغات جنجالی میزدن که در نتیجه کشور بیشتر در گرداب فرو میرفت. در همان روزها در مازندران بین افراد حزب توده و حزب اراده ملی که رئیس آن سجیادالدین بود زد و خوردهای خیابانی صورت میگرفت که موجبات ناامنی و اغتشاش در ساری و شهرهای اطرافش پراهم شده بود. دولت برای حفظ انتظامات خواست که از قوای ژاندارمری استفاده کنه، ولی ارتش شوروی در فیروزکوه جلوی گروهان ژاندارمری رو گرفت و از حرکت آنها به سوی مازندران ممانعت کرد. در نتیجه اغتشاش همچنان سراسر شمال رو فرا گرفته بود و باز به تحریک شوروی ها جنبش‌های در نواحی خراسان و آذربایجان و کردستان به وجود آمده بود. اما متاسفانه مجلس شورا باز هم به کلی با سرگرمی قدرت مداری لیدرهایش هر روز بازی تازه‌ای را آغاز می‌کرد. و مانورها می‌داد و اصلاً اقلیت در جلسات حضور پیدا نمی‌کرد. یعنی اصلاً مجلس به حد نصاب نمی‌رسید تا اینکه بتونن حرفی بزنن. مجلس برای هر گونه مذاکره‌ای نیاز به حد نصاب داشت. ولی چنان اصلا پاشیده بود که مدتی بود اصلا حد نصابی به وجود نمی اومد تا مذاکره ای در بگیره. ولی لیدرهای مجلس اصلا توجهی به وضعیت نداشتند و اوضاع آشفته و اغتشاش سراسر مملکت رو فرا گرفته بود. در چنین موقعیتی سه جعفر جوادزاده مشهور به پیشوری که اعتبارنامه‌اش در مجلس رد شده بود با آذربایجان رفت و با پشتیبانی شوروی و حزب دموکرات رو تأسیس کرد و در همان زمان بر اثر یک برنامه‌ریزی وسیع از ناحیه شوروی‌ها و حزب توده و عدم انسجام در ارتش، چون ارتش قدرتی نداشت، تو همه تو پادگان‌ها مونده بودن، عده‌ای از افسران و سربازان پادگان خراسان با صورت تمرد با اسلحه و وسایل دولتی از مشهد به طرف ترکمن صحرا فرار کردند و سر راه خود در پادگان نظامی در دو پادگان نظامی را سر راه خودشون خل سلاح کردند و در جریان این امر عده‌ای از افسران و سربازان و گروه ژاندارمری گنبد کاووس و همچنین گروهی از فراریان به علت اینکه با متجاسرین روبرو شده بودند کشته شدند که این کار موجبات وحشت و نگرانی عمومی رو در سراسر منطقه فراهم کرد. در نتیجه سراسر خراسان دچار تب بی‌نظمی و اغتشاش شد. عاقبت روز 20 شهریور 23 همان دولت آقای صدر اشرف که موفق به اخذ رأی اعتماد نشده بود ناگزیر طی یادداشت‌های از هر سفارتخانه یعنی سفارتخانه‌های شوروی و انگلستان و امریکا درخواست کرد تا به موجب پیمان سه جانبه هرچه سریع‌تر ارتش‌های خود را از ایران خارج کنند. اما همین یادداشت موجب شد تا حزب توده و نمایندگان آنها در مجلس سخت به دربار و دولت شاه حمله کنند. اما
سران ارتش و پاری از معمرین که با شاه تماس داشتند، با ایشان جلساتی را به مذاکره و مشاوره می گذراندند. پادشاه را به عنوان فرمانده کل قوا را قبول داشتند. عاقبت ایشون را راضی کردند تا با ارتش همیاری و همکاری کند. حالا ارتش ایران که از اولین روز اشغال ایران عملا شیر بیال و دمش کمی شده بود و در آشفته بازی های احزاب و خلق الصائه و گروهی از نمایندگان هرج و مرج طلب به کلی قدرت خودش را از دست داده بود، در پادگان ها نشسته بودند، کاری هم ازشون نمی اومد. اما بالاخره پس از مذاکراتی که با پادشاه داشتن، اولین نشانه های تحرک رو از خودشون بروز دادن، یعنی با دستور گرفتن از فرمانده کل قوا یعنی پادشاه، با عنوان برقراری حکومت نظامی. حالا که دولت نداریم، خیلی خوب، ارتش در داخل مملکت حکومت نظامی اعلام میکنه. نتیجتاً ارتش توانست با برقراری حکومت نظامی محل حزب توده و شورای متحده کارگران رو به تصرف خودش در بیاره، تا اینکه از تجمع و سخنرانی اعضا جلوگیری کنه. در ضمن اون مسائلی که پیش آمد، برای اینکه اینها بتوانند محل حزب توده رو اشغال کنند، زد و خورد بین افراد حزب توده و ارتشی ها روی داد که آقای فریدون کشاورز که یکی از وزیران آقای قوام سلطنه بود و بعد هم یکی از لیدرهای حزب بود، اون روز مجروح شد. اما عاقبت صدرالاشراف که با وجود چندین ماه مقاومت نتوانسته بود بالاخره رأی اعتماد مجلس رو به دست بیاره، ناگزیر شد استعفا کنه و بره به خونش. حالا مجلس نمایندگان، نمایندگان مجلس که متوجه وخامت اوضاع شده بودن، فهمیده بودن که مملکت دیگه سراسرش در اغتشاش رو رفته، به خصوص حرکت ارتشی ها رو با عنوان حکومت نظامی بهش توجه کردن، اقلیت این امر به اقلیت هشدار داد که نمیتونن برای همیشه به این خودسری ها ادامه بدهن. خیلی سریع ظرف دو روز باز به نخست وزیری آقای حکیمی رأی تمایل دادن. آقای حکیمی روز 15 آبان رأی اعتماد گرفت و دولت رسما شروع به کار نمود. نخستین اقدام آقای حکیمی آن بود که خیلی فوری دولت ایران از طریق وزارت خارجه یادداشتی مبنی بر مداخله مستقیم دولت شوروی در امور داخلی ایران و به ویژه پشتیبانی و تقویت متجاسرین آذربایجان به سفارت شوروی ارسال داشت که عکس العمل این یادداشت آن بود که خیلی سریع قیام ضد دولتی پیشوری سراسر آذربایجان شرقی و غربی رو فرا گرفت و سران حزب دموکرات در آذربایجان موفق به تشکیل کنگره مجلس مؤسسان آذربایجان شدند و هیئت رئیسی کنگره به مجلس مؤسسان آذربایجان ضمن تلگرافی به شاه و مجلس شورای ملی خودمختاری آذربایجان رو خبر دادند، چون دولت دو گردان پیاده، یک گردان موتوریزه، یک گروهان ژاندارم رو برای سرکوبی آنها میخواست اعزام کند، ولی از طرف نیروهای ارتش شوروی در شریف آباد دو
دو فرسنگی قزوین از پیشروی آنها جلوگیری کردند و آنها مجبور به توقف شدند. حالا توجه خوب بکنید ها، عدم آزادی ارتش به هم ریختگی مملکت به سبب جلوگیری مستقیم نیروهای شوروی موجبات تقویت متجاسرین رو فراهم کرده و لشکر ایران که در آذربایجان بود در محاصره متجاسرین قرار گرفت. خب چه بکنم؟ اگر این لشکر بخواد مقاومت بکنه و تسلیم نشه یقینا همشون کشته میشن و تمام تسلیحاتشون هم به دست متجاسرین میفته. پس چه باید بکنن؟ به این جهت وقتی فرمانده لشکر سرتیپ درخشانی متوجه شد که هیچ اقدامی نمیتواند بکند، ناچار شد با مذاکرات که با اونها کرد خودش رو و ارتش رو تسلیم اونها کرد. با این به اصطلاح شرط که اجازه بدهند ارتشی هایی که نمیخواهند در آذربایجان بمانند آذربایجان رو ترک کنند، یعنی اونها رو از کشتن نجات میداد. با این ترتیب پادگان آذربایجان به تصرف نیروهای متجاسرین در آمد. دوستان عزیز من خوب به این نکته ها توجه کنید، اینها مسائلی است که روزگاری در مملکت ما میگذشته است و میخوام براتون به اینجا برسم که چرا ما امروز دچار این خاکسترنشینی هستیم. باید این مسائل رو ببینیم و ببینیم ما لیدرهامون، مردمان بزرگمون، به اصطلاح عقلاء مملکتمون چه وضعیتی داشتن، چه کار میکردن، چه حالتی به مملکت داده بودن که مردم دست به هر کاری میزدن. خب روز روزگار به شما خوش، تا برنامه آینده.